درود بر شما دوستان عزیزم، وقت همگی به خیر. شروع میکنیم درس 15 از در واقع سلسله درس های گرامر سطح به آنس رو خدمتون هستم. امروز میخوایم راجع به بحث جدید با هم صحبت بکنیم و خوشحالم که این بحث جدید خیلی، چون اگه قرار باشه فقط دوره باشه از سطح آتسپا که ناچارن هم بعضی وقتا اینطور هست، براتون خسته کننده میشه. همیشه مطالب جدید جالب تر. امروز میخوام راجع به کنیونکسیون صحبت بکنم. در واقع ما چند تا کنیونکسیون داریم. کنیونکسیون اصلا یعنی چی در زبان در واقع آلمانی؟ کنیونکسیون ترجمه تحت و لفظش میشه ترکیب عطفی. خب یعنی چی این ترکیب عطفی؟ من براتون توضیح میدم طبق معمول، هم در مثال همین که به فارسی براتون توضیح میدم که شما متوجه بشین. دیدید توی جمله ها من میگم که مثلا من میرم یه دونه، فرض کنید که آخر هفته است، شما از من میپرسید که آخر هفته چی کار میکنی؟ میگم که من یا سینما میرم یا میرم پیش دوستم. درست شد؟ پس من میگم من یا سینما میرم یا میرم پیش دوستم. این یا سینما، این یا و این یا سینما میرم یا مثلا میتونم بگم مثلا پیش دوستم میرم، پیش دوستم میرم. خب این یا چون در واقع شما دارید عطف میکنید یا دوم رو، یعنی در واقع وصل میکنید یه جوری این یا دوم رو به اولیه، در واقع یه جوری ارتباط پیدا میکنه با این یا سینما میرم. یعنی شما جملتون هنوز کامل نبستید و ضمن اینکه دارید با جمله دومم از نظر معنایی این رو عطف میکنید به جمله اول. خب حالا خیلی نمیخوام وارد بحث گرامرشم، فقط برای اون دوستانی که با زبان فارسی با گرامرش خیلی آشنایی ندارن میخوام بهتون بگم. پس اگه ما میگیم ترکیب عطفی، یعنی اینکه یک ترکیبی وجود داره، یا یعنی ما ترکیب داریم، یعنی این نیست که فقط من بگم این یا و شما بگید خب، یا مثلا میگم یا میشه حرف اضافه، یا بگم را و شما بگید خب اینا که حرف اضافه هست. ها پس یا در واقع برای همین میشه ترکیبش. و چه نوع ترکیبی عطفیه؟ چون این یا دوم عطف میشه به جمله اولمون، خب تکمیلش میکنه یه جوری جمله اولمون. این از این که اصلا کنیونکسیون یا ترکیب عطفی یعنی چی، با این که اصلا کاری نداریم. فقط بچه مهم اینه که شما در گرامر بتونید درست استفاده کنید. باور کنید تو هیچ امتحانی، تو هیچ سطحی، تو هیچ دانشگاهی، تو هیچ کشوری، از هر زبانی از شما نمیپرسن که اسم این نوع گرامر چی هست، یعنی در واقع تیتل یا به انگلیسی تایتل، عنوان این گرامر چی هست. هیچ جایی از شما پرسیده نمیشه. مهم اینه که شما بتونید درست به کار ببرید و استفاده بکنید. پس این من یا سینما میرم یا پیش دوستم میرم و در زبان آلمانی امروز سه تا ترکیب رو بهتون یاد میدم، هم سه تا ترکیب عطفی رو. اولیش هست، اینجا می نویسم entweder oder. این یعنی همون یا در زبان آلمانی، یا ها. این ترجمهش رنگ دیگه می نویسم که شما بدونید معنیش هستش. پس entweder oder میشه همین یا ها به فارسی. براتون چند تا مثال میزنم که متوجه کاربردش بشید. من میگم ich komme entweder heute oder morgen. میگم من میام یا امروز یا فردا. یه چیزی که باید خیلی دقت بکنین اینه که اگر ما میگیم entweder، حتما ترکیب عطفیش یا در واقع چی کلمه‌ای که باهاش میاد حتما oder هست. شما نمیتونید بگید entweder heute aber morgen مثلا، عرض میکنم. یعنی شما همیشه entweder و oder باید با هم باشه. یه تونه کارتون نگاه میکردیم، هادی و هدا،
یه ترکیبی اینا با هم بودن، شخصیت هایی که نگاه میکردین شما تو کارتون اینا ترکیبشون بود که اون کارتون. حالا شاید مثال خیلی جالبی براتون نباشه، ولی خواستم اینو فقط تو ذهنتون داشته باشید که وقتی میگیم انت بده حتما باید بعدش اودر باشه. نمیشه اودر باشه انت بده، اودر میشه ها، ولی اگه انت بدر باشه حتما اودر، یعنی یک ترکیب جمله منظورم هستش، نه اینکه ما هیچ جای اودر رو به تنهایی استفاده نمی کنیم در زبان آلمانی. اینو اشتباه نگیریم، منظور من این ترکیب یا بچه ها باید حفظ بشه، غیر از این باشه اصلا جملتون درست نیست. پس میگه من میام یا امروز یا فردا، درست شد؟ یه مثال دیگه براتون بزنم، میگه که مثلا wir werden entweder ein Hund oder eine Katze kaufen. چی شد؟ میگه ما چی کار میکنیم؟ werden kaufen زمان آینده است دیگه، میخریم منظورش اینه که خرید خواهیم کرد، یا یعنی انتویده یا یک سگ یا اوده یک گربه. پس انتویده اوده. خیلی به نظر من بحث ساده و خیلی شیرینه، برای که بتونید تو جملاتتون استفاده کنید. دی فراو ایست انتویده زاینه تانته اوده زینه موته. میگه که این خانوم هست یا خالش، حالا یا عمش یا اوده مادرش. خب نمیشه تون خانوم، میگه این خانومه یا مامانشه یا عمشه، یا مثلا منظورش اینه که حالا زن تانته میتونه عمه باشه میتونه خاله باشه ها، در زبان آلمانی. حالا ما همین خاله ترجمه میکنیم، میگیم این خانوم یا خالش هست یا مادرش هست. خب بچه بعضی وقتا انتوده میتونه بیاد اصلا اول جمله، میگیم انتوده زی شغیت اینن بریف اوده زی لیست اینه سایتون. میگه یا اون یه نامه می نویسه، منظورش اینه که یا نامه می نویسه انتوده، ببین اومده اول بعدش فاعلتو میاری، میگه انتوده اون نامه می نویسه یا نامه می نویسه یا اوده دوباره بعدش فاعل آورده یک روزنامه یا منظورش اینه که مجله می خونه. خب پس فرق نمی کنه انت بده کجا بیه، بستگی داره شما رو چی می خواهی تاکید بیشتری بکنی، چه جوری دوست داری جملت رو بسازی. خب مثال بعدی میگم من کان دی وونونگ انت بده کاوفن اوده میتن. میگم آدم میتونه خونه رو یا بخره یا اجاره کنه. اوده میتن. پس میتونه یا بخره یا اجاره کنه. میبینید همش انتویده اوده، انتویده اوده. برای همینه که بهش میگن ترکیب. و چرا میگن عطف؟ یا ترکیب یعنی که نمیتونه یه دونه ای بیاد. و چرا میگن عطفی؟ به خاطر که یکی اون یکی رو کامل میکنه. همونطور که میبینید تو جمله میگه یا امروز میام، وقتی به شما یکی میگه یا امروز میام شما منتظر بقیه شی، میگی کاملش کن دیگه، یا امروز میای یا چی یا فردا. میگی ما یا یه سگ میخریم یا اصلا یارم که نگی، وقتی میگی ما یا یه سگ میخریم و طرف انتظار داره شما بقیه جملت رو بگی، به خاطر همینش میگن ترکیب عطفی. اجازه بدید من مثالاشو پاک کنم چون شما دارین، میخوام برم سراغ دومین ترکیبمون که امروز قرار بهتون بگم که در واقع ترکیب دوم چی. یه ترکیب دیگه داریم نیش نور زندن اوخ. حالا یعنی چی؟ نه تنها بلکه، درست شد؟ یادتون هست دیگه اینو ما داشتیم، درست؟ ما میگیم خب ما تو فارسی هم داریم، مثلا فرض کنیم میگم که من، حالا اینجوری بگم، ما نه تنها یک خانه بزرگ میخوایم بلکه
یک خانه مدرن میخوایم. در واقع اینه، بلکه یک خانه مدرن هم میخوایم. منظور و یا اینکه بلکه خونه مدرن هم، منظورش اینه مدرن هم باید باشه، منظورمون اینه، نه که دو تا خونه بخوایم یکیش بزرگ باشه یکیش مدرن. میگیم ما نه تنها یه خونه بزرگ میخوایم، بلکه مدرن هم میخوایم، بلکه خونه حالا اینجوری بنویسم، بلکه خانه مدرن هم میخوایم. میدونم که منظور من رو در فارسی متوجه میشه. پس این نه تنها و این بلکه یک ترکیب عطفیه. چی هست؟ نه تنها میشه نیکنور، نیکنور و زندن آخ بلکه. پس اینا همیشه با هم دیگه میاد. من ترجمهشو مثل بالا برتون قرمز میکنم. این مثال رو هم پاک کنم چون شما دارید. این مثال فارسی رو هم الان پاک میکنم چون شما دیگه دارید. حالا شروع میکنیم با هم مثالایی که مربوط به نیش نور زندن آخ هست رو با هم میزنیم. من میگم که همین که الان براتون گفتم، میگیم ویر مشتن نیشت نور. ببین نیشت نور رو آوردم، نمیتونی فقط بگی نیشت، این ترکیب عطفی نیست، میتونی بگی نیشت، خیلی کاربرد هم داره، بله همه کار میتونیم بکنیم، ولی ما داریم راجع به ترکیب عطفی صحبت میکنیم. هر جا نیش نور میاری باید در ادامه زندن آخ رو بیاری. بچه ها صحبت اینه که هر جا انت بدر میاری باید اوده رو بیاری تو جمله. هر جا نیش نور رو میاری زندن آخ رو باید بیاری. پس میگیم wir möchten nicht nur ein großes sondern auch ein modernes Haus. خب میگه ما نه تنها یه خونه بزرگ، حالا هاوس دیگه اینجا هست که میتونست بریم فکر غوثس هاوس فرق نمی کنه زندن آخ، بلکه یک خونه مدرن هم میخوایم، بلکه این منظورش نیست که میخوایم حتی مدرن هم باشه. پس نیش نور و زندن آخ. خب جمله بعدی رو من میگم ich brauche nicht nur eine Wohnung sondern auch مثلا neue Möbel. میگه من نه تنها، ببین نه تنها گفتم nicht nur، من نه تنها یک خونه یک آپارتمان eine Wohnung احتیاج دارم، sondern auch بلکه مبلمان جدیدم احتیاج دارم. پس نیش نور و زندن آخ، بدون اینکه هیچ واژه‌ای بین این دوتا، بین نیش نور و زندن آخ قرار بگیره، هر دو با هم، نیش نور با هم میاد، زندن آخ با هم میاد، و همیشه وقتی نیش نور داریم زندن آخ را هم میاریم. یه مثال دیگه میگیم wir haben nicht nur Ruhe، نه تنها آرامش داریم، نه تنها، زندن auch eine schöne Terrasse. دوستان عذر میخوام، من مجبور شدم که یک پازه کوچیکی بدم، ادامه میدیم بحثمون رو. عذر میخوام ازتون. wir haben nicht nur Ruhe، میگه ما نه تنها آرامش داریم، بلکه auch، sondern auch در واقع بلکه eine schöne Aussicht. میگه نه تنها آرامش داریم، بلکه یک منظره زیبایی هم داریم. پس بازم میشه nicht nur و بعدی هم میشه sondern auch. خب اینم مثال بعدیمون. یه مثال دیگه هم براتون میزنم. من میگم ich esse nicht nur gleich، نه تنها گوشت میخورم، بلکه زندن آخ گمیوزه، بلکه سبزیجات هم میخورم. پس میشه نیش نور و زندن آخ. فکر کنم اینم کاملا دیگه یاد گرفتیم. حالا یه ترکیب دیگه این مونده، در واقع یه ترکیب عطفی دیگه مونده که اونم به همین راحتیه، فقط با معانی مختلف. یادتون باشه که
از الان که دارم ترکیبای عطفی رو بهتون میگم، حالا تو هر درسی که لازمه معنی های فارسیش رو خوب به ذهنتون بسپرید. انتوید اودر همیشه ترکیب رو حفظ کنید، معنی هاش هم به ذهنتون، چون بعدا که تعدادش بیشتر بشه یکم گیج کننده است. انتوید اودر، البته چند تایی بیشتر نیستم. انتوید اودر میشه یا نیک نور زندر آخ، نه تنها بلکه. من مثالش رو پاک میکنم چون دارید. و ترکیب سوم هست سوار آبه، یعنی اگرچه ولی. اگرچه ولی، پس سوار یعنی اگرچه و آبه هم که یعنی ولی. خب این هم ترکیبیه که همیشه با هم میاد. چند تا مثال براتون میزنم. میگم الیس و آرم aber sein Herz ist reich. یه چیزی رو من، یه نکته رو بهتون میگم، ممکنه از خودتون سوال بکنید که اصلا این ترکیبا برای چی هستش، چه زمانیه. بچه اولا که تا حدود زیادی این که مثلا بگید از کجا بفهمیم کدوم ترکیب رو استفاده کنید، جواب اولتون اینه که تا حدود زیادی بستگی به این داره که شما چی میخوای بگی. مثلا وقتی میخوای بگی من یا میرم خونه دوستم یا میرم سینما، خب از ترکیبی به جز این نمیتونی استفاده بکنی. خب پس باید یه چیزی باشه که استفاده کنی که بتونی این منظورتو برسونی. میگی انتفید اوده، میگی من نه تنها پولی خرج نمی کنم بلکه میخوام پسنداز کنم. پس باید از چه ترکیب استفاده کنی؟ از این دیگه نمیتونی از انتفید اوده استفاده کنی. در مورد سوابه یه نکته وجود داره. هر وقت که میخواید یک تضاد معنایی، نه تضاد منفی بودن منظورم نیست، فقط تضاد معنایی در جمله اول و جمله دومتون رو میخواید یک تناقض و تضاد رو نشون بدید، میتونید از اگرچه ولی استفاده کنید. مثل اینکه من میگم توی فارسی، من میگم که اگرچه من پولی ندارم ولی دوستان خوبی دارم. خب اگرچه من درس نخوندم ولی در امتحان رو پاس کردم. خب اینه که یه تضادی داره. اگرچه من درس نخوندم ولی امتحان رو پاس کردم. اگرچه من آشپزی بلد نیستم. حالا نه اینکه لزوما جمله اولتون منفی باشم، مثل همینجا میگه اگرچه فقیره اما قلب بزرگ و غنی داره، منظورش اینه که قلبش ثروتمنده. خب پس میگه اریس سوا آرم این سوا aber sein Herz ist reich. aber سوا و aber با هم اومده، درست شد؟ یه مثال دیگه براتون میزنم این تضاد رو متوجه بشین منظورم چیه. من میگم دی کراوات ایست سوا شن، میگم کراوات اگرچه زیباست آبه سو تویه. رفته تو فروشگاه نگاه میکنم میگه چه کراوات قشنگی، میگه آره اگرچه قشنگه ولی گرونه. خب قشنگی و گرونی در جمله ایشون کسی که اینو گفته یک تضادی بوده، گفته بله قشنگه ولی گرونه. خب یعنی تضاد، اگه قشنگ بود و ارزون بود دیگه تضاد نبود. خب و فقیره ولی قلب ثروتمندی داره. یه مثال دیگه میزنم دوباره این تضاده براتون مشخص شه. من میگم ارخار سوار این خیلی مثال خوبیه فیورشاین گماخت، میگم اگرچه فیورشاین رو ماخن کرد، یعنی گواهی نامش رو گرفت، اگرچه او گواهی نامش رو گرفت اما ارویل کاین آوتو کافن کافن. خب میگم اگرچه گواهی نامش رو گرفت اما نمیخواد هیچ ماشینی بخره، در واقع میخواد هیچ ماشینی رو نخره، حالا هر جوری که ترجمه میکنه. در ما معمولا گواهی نامه میگیریم که یه ماشینی رو برونیم دیگه. میگه با اینکه گواهی نامش رو گرفته، اگرچه گواهی نامش رو گرفته ولی نمیخواد ماشین بخره. پس اینم دوباره یه تضاد معنایی. آخری رو بهتون بگم دیگه سوار سور آربایت، میگه اگرچه میره سر کار aber sie ist stark erkältet. میگه اما به شدت سرما خورده. خب وقتی شما مریض هستی دیگه سر کار نمیری دیگه، ولی وقتی میخوای تضاد رو بیان بکنی به این قشنگی میتونی به همین ترکیب ساده عطفی میتونی سوار آبر بیاری. میگه آره سرما خورده ولی میره سر کار، یا اگرچه سرما خورده بود ولی میره سر کار.
درسته؟ خب این هم از ترکیب در واقع عطفی سوممون. امروز این سه تا ترکیب عطفی رو بهتون گفتم، تمرینش رو براتون میذارم. در حد 100 پیش میریم، بازم ترکیب عطفی داریم، زیاد نیست، 4 تا معروف داریم که تقریبا 4 تا 5 تا معروفش رو داریم که در سایت بتسفای باید بدونیم که بهتون میگم، و بقیه هم دیگه اون تک کلمه ای هست که اونا هم به مرور بهتون یا گفتم یا اینکه تکمیلش میکنم، ولی در حد 100شون فعلا اینا کافی هستش. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.